فکر میکنم الان بعد از سه سال زندگی در اینجا بتونم بهتون اندازه تجربه ی آدم که سه سال اینجا زندگی کرده یه سری اطلاعات بدم ولی چون نمیدونستم که چه اطلاعاتی بدم از سوالات خودتون استفاده میکنم توی باکسی که پری روز گذاشتم و حالا نمیدونم شما کی دارین این ویدیو رو میبینین به توی اینستاگرام یک سری سوالا رو پرسیدین و سعی میکنم که بهتون کمک کنم هر جایی که میخواین مهاجرت کنین خب بهترینه که اول در موردش تحقیق کنید میدونم خیلی از شما در مورد کشور مختلف اطلاع جمع میکنید ببینید کجا مناسبه برای شما و حالا میدونم که این اطلاعات به دردتون بخوره ولی خب اگر در وسط تحقیق کردن در موردش هستین به این ویدیو بسنده نکنید و بازم تحقیق کنید <applause> یه چیزی که خیلی مهمه بدونید اینه که در نهایت هر کسی که در مورد جایی صحبت میکنه در واقع این اطلاعات و این صحبت ها رو بر اساس تجربه خودش و موقعیت هایی که توش قرار گرفته میگه پس اینو هم بعد مد نظر داشته باشین که تک تک افرادی که مهاجرت کردن به یک کشوری غیر از اون حس قربت و دوری از وطن که مثلا یه حس مشترکه تجربه هر کسی میتونه متفاوت باشه و هر کسی با دیدگاه و جهان خودش به مسائل نگاه کنه اولین سوال که به چشم میخوره اینه که قانون خرید خونه تو فرانسه و گرفتن اقامت درسته من نشیدم که شما بتونید با خرید خونه اقامت بگیرید البته که میتونید بیاید اینجا خونه بخرید خونه اجاره بدید و راحت به فرانسه رفت آمد بکنید با ویزای شنگن ولی اینکه بخوان اقامت بدن فکر نمی کنم که اینطور باشه حداقل میدونم که اقامت بلند مدتی که شما بخواید کاری اینجا انجام بدین فکر نمی کنم بهتون بدم شرایط مهاجرت تحصیلی به فرانسه چجوریه اینکه برای مهاجرت تحصیلی حتما باید فرانسوی بلد باشیم چجوری سوال خوندم به این موضوع اینجاست که شاید اینجا بتونید برای اینکه به زبان انگلیسی درس بخونید پذیرش بگیرید اونم بعضی از رشته های خیلی خاص که اگر توی دانشگاه دولتی مثلا بهتون انگلیسی درس بدن ولی قطعا شما بدون زبان فرانسه نمیتونی تو این کشور زندگی کنی این فرانسه کشوری نیستش که همه زبان انگلیسی صحبت کنند به زبانشون خیلی مفتخرن و براشون مهمه کسایی که میان فرانسوی بلد باشن صحبت کنن و حالا اگر تحصیله رو یه جوری رد کنی ولی گیر میفتی برای امور روزمره کار اینا مخصوصا کار اگر زبان انگلیسی بلد باشی اینجا در فرانسه خب خیلی خوبه کلا همه خیلی هم استقبال میکنن یه زبان دومی شما بلدی چون شاید اینجا همه انگلیسی بلد نباشن گفتم رو زبان خودشون خیلی تعصب دارن ولی اینکه فرانسه بلد نباشی نه واقعا کارگیر آوردن بدون زبان فرانسوی من خیلی خیلی سخت میبینم یعنی فکر میکنم شاید اصلا نشه شما بدون فرانسه بتونید کار اینجا انجام بدید گفتن درآمد روزانه یک کارگر در فرانسه چقدره اگر منظور تو مینیمم درآمد حدود 1300 یورو وقتی که مالیات ازش کم میشه چون اینجا در واقع درآمد رو با احتساب مالیات حساب میکنم ولی اگر مالیات ازش کم کنی 1300 یورو حقوق یک کارگر ولی در باقع این حقوق یک حقوق بخور نمیره در فرانسه یک حقوق خیلی خیلی مینیمو و پای است خیلی اینجا فروشندن یا کارهای خیلی معمولی میکنن حقوقشون همینقدره ولی یه حقوقیه که به راحتی زندگی نمیکنن یعنی یک لایف استایل راحتی که بتونن هر کاری دلشون بخواد بکنن میکن. البته اینجا کمک های دولتی وجود داره اما اخیرا یه تغییراتی توی قانون دادن که حالا به این راحتی کمک‌های کمک های دولتی رو نمیکنن اگر شما از طریق دانشجویی مثلا اینجا توی فرانسه خب یک سری کمک ها رو بهتون میکنن ولی کلا کمک ها رو دارن وابسته میکنن به شرط ها و شروط ها و البته هنوز برقرار هنوز اجرایی نشده ولی مینیموم حقوق یک زندگی خیلی راحتی رو شاید بر شما فراهم نکنه بعد یک محله خیلی معمولی تحت پایین خونه اجاره کنید که خونه ارزون باشه خونه که میگم نه خونه ای که مثلا توی ایران خونه استودیوی کوچیک مثلا که شهری که من زندگی می کنم، که تازه شهر اول دوم دو فرانسه هم شهر چهارم فرانسه است و هزینه مسکن اینجا خیلی به اندازه پاریس بالا نیست اینجا مثلا شما یه استودیو استودیوی اتاق که یه آشپزخونه داره و دستشویی و همون بهش میگن استودیو اجاره میکنی مثلا 500 یورو 20 متر 25 متر نهایتا دیگه حساب کن که حالا مثلا یه خونه بزرگ بخوای اجاره کنی اینا خب هزینهش خیلی میره بالاتر این زده که شانس رفتید فرانسه آیا واقعا از زندگی اونجا راضی هستی اینکه که گفتم سه ساله من شخصا از زندگی در اینجا راضی هستم نمیتونم بگم اینجا بهترین کشور اروپاییه البته به نظر من هست تا به خاطر اینکه من انتخابم بوده ولی با توجه به اینکه هر کسی معیارهای خاصی داره واسه یه انتخاب کشوری که میخواد بره من نمیتونم به شما مثلا تجویز کنم بگم اینجا بهترین کشور اروپایی همه چی بهترین نه اینجا سیستم درمانیش اینا یکی از بهترین سیستم های درمانی از لحاظ زبان خب نه از اون طرف شما حتما باید زبان فرانسه بدونید هرچند که توی کشورهای مثلا اسکاندیناوی و بالاهای اروپا خب خیلی یا انگلیسی صحبت میکن اینجا اونجوری نیست که مثلا حتی توی پاریس هم همه صحبت کنن نه من شخصا از اینجا راضی هستم بعد این شما از زندگی مثلا چی میخوای و آیا این کشوری که میخوای بیاید هت میده اینها رو یا نه من الان اگه حرف بزنم همینجوری صحبت میکنم میخوام که در سوالا رو جواب بدم یک سوالی که در مورد فرانسه و به خصوص پاریس سیلی میشه اینه که میگن درسته که توی خیابونا بی جیش میاد و همه راحت توی خیابونا جیش میکنن باید بگم که بعضی جاها شبای تعطیل مخصوصا آره رد میشی دم بارا یه جاهایی تو پارک ها بی جیش میاد به خاطر اینکه آدما مثلا مخصوصا آخر هفته ها بیان بیرون میرن تو بار فلان اینا میان ممکنه که آره جیش بکنن کنار خیابون و بوی جیش هم بیاد ولی این نیستش که شما تو خیابون را بری مرلا در حال ببخشید جیش کردن باشن نه همچی چیزی نیست ولی بعضی جاها که بستگی داره جاش کجا باشه آره متاسفانه بوی جیش میاد و اینو بهتون بگم در مورد اینکه آیا واقعا پاریس شهر کسیفیه همه پای های توریستی دنیا کسیفه مثلا من رفتم مامستردام همین که هفته پیش آمستردام و از پاریس خیلی کثیف تر دیدم یعنی اون خیابون های اصلی توریستی که خیلی آدم رفته و مبین کرد به نظر من خیلی آشغال روی زمین بیشتر از اون چیزی بود که توی پاریس در سطح میگیم هلند هلند یه کشور خیلی تمیز و زیبا و فلان در زیباییش حرفی نیست ولی در تمیزیش من تمیز ندیدم شهر آمستردام و فکر می که تمام پایتخت توریستی مخصوصا پاریس که تعداد توریستی که میاد توش و میره از تمام پایتخت اروپا بیشتره و همین باعث میشه که خب شهر کسیفتر به نظر بیاد خب مثلا آخر هفته این میگم باشه اتسابی باشه اینا شاید شما مثلا با این صحنه مواجه شید که اینا که میان زباله ها رو جمع میکنن اتساب کرده باشه یا یه عالم آشغال جمع شده باشه اما اینکه بگیم پاریس خیلی کثیفه و پایتخت دیگه تمیزه نه من میگم پایتخت‌های دیگه اروپایی رو هم دیدم که همینقدر باشه بنابراین این خیلی بیشتر یک که وجود داره من شهر کوچیک در آلمانم حتی رفتم به همون میزان کثیف دیدمش خیلی ها در مورد هزینه های زندگی اینجا پرسیدن و یکم گفته که رو و بگو ببین واقعا هزینه من تنها من هیچ کس نمیتونه بهتون بگه که شما برای زندگی در اینجا چه میزان هزینه احتیاج دارین چون کاملا برمیگرده به لایف استایل شما غذا بیرون بخورید چقدر خرید میکنید رفت آمدتون به کجاست محل کارتون کجاست چقدر رفت آمد دارین شیوه رفت چیه هزینه های شخصیتون توی زندگی چه مدلی تو. هر جوری که توی ایران زندگی میکنید اگر توی ایران هر سبک لایف استایلی دارید اینجام خیلی متفاوت نیست لایف استایل تو. یعنی نمیشه با ایران مگر اینکه شما به یک درجه خیلی عالی برسید حقوق خیلی خیلی بالا من اینجا داشته باشید سبک لایف استایلتون اساسا تغییر کنه ولی گفتم با اون حداقل حقوق که اینجا میدن برای شغلای خیلی خیلی معمولی خیلی زندگی آنچنانی شما نمیتونید بکنید زندگی خیلی معمولی مینیمال با ملاحظه و خب هرچی در نهایتون بره بالاتر خب زندگی طبیعتا براتون راحت تر میشه ولی مثال خونه رو براتون زدم همون مثالی که برای شما زدم یک استودیو کوچیک مثلا سی متر اینجا 25 متر اینجا اگر 500 یورو همونو شما در پاریس باید 1000 یورو اجاره بکنید یعنی این تفاوت ها هم هست تفاوت اصلی که بین شهرهای با پاریس هست همین هزینه مسکنه در پاریس مسکن خب خیلی گرونتره همونجوری که در ایران تهران نسبت به شهرهای دیگه هزینه مسکن خیلی بالاتره در پاریس هم همینه و خب اینم در نظر بگیریم که اونجا آدم مملکت خودش اینجا توی یه مملکت غریب هندل کردن این هزینه سخت باشه به علاوه این که لایف پاریس با لایف استایل مثلا ممکن شما در شهر دیگه ممکن متفاوت باشه من یکی از دلایلی که خودم رفتم پاریس زندگی کنم به خاطر اینکه وقتی اینجا در یک شهری دارم زندگی میکنم که یه خونه بزرگ با یه ویو عالی با فضای خیلی دلباز دوتا تا سگ دارم مثلا حیات دارم راحت اینا میتونن گردش کنن هوا خیلی خوبه این لایف استایل من تو پاریس نمیتونم داشته باشم چرا چون زندگی در پاریس آپارتمان نشینی یعنی اگه شما بخواید در خود پاریس زندگی بکنی باید در یک آپارتمان زندگی کنی نه حیاتی داری نه بالکن چرا یه بالکن مثلا یه متری شاید داشته باشی ولی یعنی بالکن دلباز با ویو آنچنانی نخواهیدش و همه چی فقط مثل تهران دیگه فقط ساختمون جلوت میبینی کاملا برم گرده به لایف استایلت و بیشترین هزینه ای که شما در فرانسه دارید هزینه مسکنه مگر اینکه بیا اینجا و خب خونه بخریم باز اونم اگر بخواد خونه بخری خونه خریدن در پاریس با شهرهای دیگه خب یه مقدار و متفاوت باشه خونه در پاریس خیلی گرونتر از خونه خریدن در شهرهای دیگه فرانسه است در مورد دانشگاه های اینجا سوال کردن که دانشگاه های اینجا پولیه یا اینکه بوسیه میشه گرفت چجوریه ببین اینجا اگر شما وارد دانشگاه دولتی بشی که برای ورود به دانشگاه دولتی معمولا باید زبان فرانسه در حد خیلی خوبی. یعنی مدرک به به بالا رو داشته باشی وارد دانشگاه دولتی بشی اینجا دانشگاه های دولتی رایگان تقریبا یعنی حدودا سالی مثلا 300 یورو یه هزینه ثبت و امور اداری شما پرداخت می‌کنی. فرانسه آلمان اتریش اگر اشتباه نکنم نروژ بقیه کشورها رو نمیدونم اینها هزینه تحصیل رایگان هستش توی این کشورها اگر شما دانشگاه دولتی برید اگر نه مثلا بری دانشگاهی که خصوصی یا بیزنس اسکول بری خب پولی خواهد مثل اینکه شما مثلا در ایران بری یک دانشگاه آزاد که در اینجا مثلا آزاد نمیشه گفت ولی خب خصوصی هست و دولتی اگر برید دانشگاه خصوصی خب باید هزینه پرداخت بکنی یه سوال جالب اینه که میشه زندگی در فرانسه و کانادا رو با هم مقایسهشو بذارید من واقعا دونم. من تا حالا کانادا زندگی نکردم که بتونم این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنم سبک زندگی در اروپا کاملا با سبک زندگی در کانادا و امریکا متفاوت به نظر من تجربه ندارم که بخوام برای شما مقایسه بکنم فقط اینو میدونم شما اگر بخواید از طریق تحصیلی بنید کانادا یا امریکا تحصیل شما پولیه باید پول پرداخت کنید برای لیسانس فوق لیسانس هیچ چیزی رایگان نیست ولی در خیلی از کشورهای اروپایی تحصیل رایگانه که گفته فقط مبلغ کمی رو سالیانه در واقع شما میدین ولی تحصیل رایگانه گرفتن ویزای دانشجویی اونجا تمکن مالی در چه حد باید باشه ببین تمکن مالی اینجا به شما میگن پاریس باز با شهر دیگه متفاوته ولی اگر بخوای بری پاریس فکر میکنم به شما میگن به اندازه یک سال باید ماهی 800 یورو اگر اشتباه نکنم 700 800 یورو در حسابتون داشته باشی و در شهرهای دیگه 600 700 یورو یه همچ چیزی سه سال پیش البته اینجوری بود الان نمیدونم به این میزان اندوزه یک سال بر شما تمکن مالی داشته باشی و این میزان پول رو با خودت بیاری و بذاری توی بانک البته الان باز دوباره یه قانون جدیدی دارن تصویب میکنن یا تصویب شده نمیدونم که اجرایی میشه که احتمال داره از دانشجوهای مبلغ یا به عنوان ضمانت اینجا بگیرن و بلوکه بکنن اون پولو تا زمانی که حالا برگردن به این کشور خودشون یا اینکه اینجا ویزاش رو تغییر بدم. و ویزاشو کاری بشه بعد اون پول آزاد میکنم. به عنوان ضمانت فکر میکنم که هنوز اجرایی نشده ولی قانون جدیدی که گذاشتن هم چیزی بود حقیقت داره توی پاریس امنیت پایینه مثل کیف قاپی ببین او حجم نیستش که شما بگیر نمیتونی پاتو تو تو خیابون نه باز گفتن برمیگرده به توریستی بودن هر جا که توریست زیاده خب دوستا هم وایستادن که توریستا رو شکار بکنن ولی خب اگر حواس جمع باشه اینجوری نیستش که به زور بیانه یه جایی سستت کنن و مثلا زورگیری کنن و کیفتو بقاپن تو مترو مثلا مترو پاریس چون خیلی شلوغه خیلی شروعه خب دزدی بعضی وقتا انجام میشه همجوری در مترو تهران هم ممکن اتفاق بیفته یه سوال جالب این که موقعیت پزشکان ایرانی در فرانسه چطوره با مدرک عمومی بخوایم مهاجرت کنیم تخصص اون کشور اقدام کنیم و اینا من حالا اینکه شما چطور میتونید اقدام کنید و راستش بعد تحقیق کنید من نمیدونم ولی چیزی که میدونم اینه که خب یک سری امتحانات و یک سری چیزا رو بعد اینجا به این دوباره بدین اما اینو میدونم که اینجا با کمبود پزشک مواجهن و فکر میکنم که پزشکا رو بگیرن حالا نه که برین توی شهرهای اصلی ولی میدونم که کلا در سطح کل فرانسه به پزشک احتیاج دارن حالا اینکه طریقش چطوری و چطوری میتونید اقدام کنید و تحقیق کنید ولی مطمئنم از این لحاظ که به پزشک احتیاج دارن و پذیرش میکنن منی که میخوام تنها بیام از طریق پناهندگی شرایط خوبه یا نه من واقعا هیچ اطلاعاتی در مورد شرایط پناهندگی ندارم ولی ها جایی که میتونید به عنوان پناهنده نیاد اینجا توی این کشور هر چقدر شما قانونی بیاید وارد بشید هر چقدر قانونی زندگی بکنید از زیر مالیات در نرید قانونی کار بکنید راه براتون راحت تره پذیرفتن شما در جامعه راحت تره هرچی از طریق راه های غیر قانونی بیاید خب یه دید دیگه ای بهتون داد به ما اینجا خارجی هستیم در هر حال ما اینجا خارجی هستیم خارجی بلوند هم نیستیم خارجی خاور میانه ای هستیم خودتون میدونید همینجوری اگر سفر خارجی داشته باشید دیدها به خاور میانه یا چه جوریه دیگه باید با هم دیگه رو راست باشیم این شرایطی که به وجود آوردن برای ما حالا این که شما بخواید کاملا غیر هم بیاید و پناهنده بشید و اینا شاید یه حقوقی رو به شما بدن یه جای خوابی هم به شما بدن ولی شرایط خوب من اسمش خوب نمیذارم راستش رو بخواین یک سری سوال گرفتم حالا خیلی زیاده من فکر نمیکردم اینقدر سوال بشه و شاید مجبور شم این ویدیو رو دو قسمتش بکنم ولی یکی بین سوالا دیدم مثلا من کارم کوتاهی موه به نظرتون میتونم بیام از هم استفاده کنم یه همچین کارهای مهارتی شما مستقیم نمیتونید بیاید به اینجا کار کنید به شکل سیا کار کنید یعنی غیر قانونی کار کنید مهارت های این چنینی مثلا آرشگری میخواید انجام بدید یا همین کارهای حرفه های اینجوری اینجا باید به یک دوره بگذرونید مدرک خودشون رو بگیرید و بعد میتونید کار بکنید این اطلاعاتیه که من دارم اولین چیزی که باهاش مواجه شدی و بهش فکر نکرده بودی چی بود چه خوب چه بد یکی از بدیای اینجا به من اینه که پروسه هر چیزی خیلی طولانی اینو شنیدم بچهای دیگه هم که کشورهای دیگه اروپاییان میگن کاغذبازی اینجا خیلی زیاده شاید شما بخوای بری حساب بانکی باز بکنی تو ایران میری همون لحظه حسابو باز میکنی کارتتو میگیری فعال استفاده میکنی و تمام این پروسه اینجا هم میبینی یک ماه طول میکشه یک ماه طول میکشه تا به شما مثلا یه کارت بانکی به دستت برسه اولا تا آدرس نداشته باشی که هیچ کاری نمیتونی بکنی پس یعنی شما تا رسیدین اینجا باید اولین کاری که میکنی اینه که یه آدرس داشته باشه یه جای زندگی بکنی ولی این کلا میخوام بهتون بگم این کاغذ بازی خیلی این بروکراسی اداریش خیلی خسته کننده است جوری که حتی خودشون هم خودشون رو توی این مورد مسخره میکنن ویدیوی تنز میسازن و خیلی این موضوع موقع مخ خودشون هم هست خوب که خب خیلی خوبیا به نظر من خیلی خوبیا داره حالا نمیدونم آزادی ادیلونا <applause> شاید برای خیلی خنده دار باشه من همیشه ادیلونا رو خب با ترس می بردم تو ایران بیرون ولی اینکه اینجا راحت میتونم حیو به خودشون ببرم اولین چیزی بود که یه نفس راحت کشیدم امنیت امنیت دارم من اینجا دروازه شمام که از خونه برم بیرون ترسناک نیست کسی قرار نیست بهم آسیبی بزنه خفتم کنه ها آدم نمیره یه جای خطرناک مثلا یه محل خطرناک ولی در حالت عادی ترسی ندارم میدونی این شروع کرد توی من از بین رفتن و خب این یه چیزیه که ما وقتی توی ایرانیم انگار رفته تو وجودمون این ترس به عنوان یکی زن و اینجا یواش یواش یاد میگه که نفس راحتی بکشید با شما ایرانی ها رفتار بدی دارن با ما ایرانی ها رفتار بدی من تا حالا ندیدم یعنی هیچ برخوردی نداشتم که بگم طرف نجاد پرست مثلا بوده از من بدش می اومده نه ببین فرانسه کشوریه که شما وقتی میافه جالبه مثلا کشورهای دیگه من هم همون تر دیدم ولی اینجا خیلی مسلمون میبینی چون از الجزایر و مرا کش خیلی میام فرانسه چون زبانشون فرانسوی و میان اینجا زندگی میکنن مثلا آدمای اینجوری خیلی میبینی با اونا شب خیلی اصلا اجازه بی احترامی اینجا خب کسی نداره کسی که به کسی بی احترامی نمی کنه میگم بازم ممکنه تجربه من با دیگران فرق داشته باشه ولی من اینجا تا حالا نشده برم کسی بد بدی بکنه مثلا من بگم من ایرانی ام یه کم فزوری میکنن خب اینجا چیکار میکنی کی اومدی خودت همسرت فلان اینا یکم سوال میکنن انگار که میخوام ببینن چی هستی کی هستی چی کار میکنی ولی من اینا هیچ وقت برخورد بدی ندیدم زندگی برای دانشجو سخته از طریق دور زبان که فقط 20 ساعت در هفته اجازه کار داره من اینو بگم من خودم از همین طریق اومدم یعنی اینجا یه سیستمی داره که شما میگی که من میخوام برم ادامه تحصیل بدم و میخوام با این وسط الونا هم داره یه چیزی میخواد <تص> و شما میگی که من میخوام برم زبان بخونم بعد از زبان ادامه تحصیل بدم و برگردم ایران که خب هیچکی نمیخواد برگرده همه میخوان بمونن و شما یه ویزای میگیری در واقع یک ویزای 6 ماه تا یک سال است که میتونی زبان بخونی ولی بعدش بعد به که دارم ادامه تحصیل میدم اگر سنت کمه خب میخوای لیسانس بخونی اگر سنت بیشتر میخوای فوق بخونی یا دکترا بخونی من از همین طریق اومدم هم من هم نوید در واقع نوید همراه من نبود و جدا جدا مجبور شدیم اقدام کنیم چون اگر میخواستم مثلا من اقدام کردم و میخواستم نوید رو به عنوان همراه بیارم اون اجازه کار تحصیل هیچی نداشت مثل توریست بود به همین اون جداگانه مجبور شد که اقدام بکنه ولی در کل فکر می کنم که وقتی دانشجویی خیلی راحتی به خاطر اینکه اگر دانشجوی تنها باشی اینجا دانشجوها معمولا توی خوابگاه زندگی میکنن حالا خوابگاه هم باز لول بندی داره خوابگاه خیلی خوب خوابگاه خصوصی خوابگاه فلان و وقتی خودش یه نفره موضوع خیلی راحت تر پیش میره زندگی به نظر من نمیدونم ببین اصلا نمیشه گفت سخته و ولی به هر حال اینکه بخوای هم درس بخونی هم کار کنی شاید چالش برانگیز باشه ولی خب اینجا همه همینطور اکثرا دانشجوها هم دانشجوان هم, دانش هم کار میکنن دیگه اینجا همه از سن کم کار میکنن اصلا غیر طبیعی تو کار نکنی بیکار بودن خیلی اینجا معنی نداره و من فکر این کام دانشجو اتفاقا زندگی خیلی راحت تری دارن بازم این بستگی به چی داره به پول توی جیبت داره صادقانه همه چیز بستگی به همین موضوع داره ولی فکر میکنم که شدنیه به نظر من شدنیه یعنی اگر شما اون تمکن مالی رو داشته باشی و مبلغ رو داشته باشی میشه باهاش زندگی کرد بعد تو بعد زرنگم باشی زبان رو زود یاد بگیری اگه برگردی عقب بازم همین کارو میکنی چیا رو تغییر میدادی من اگه برگردم عقب این کارو خیلی زودتر میکردم و چیزی که تغییر میدادم این بود که خیلی خیلی توی ایران روی زبانم بیشتر کار میکردم اینجا کلا زبان یاد گرفتن سخته اینجا وقتی که برای دوره زبان میای مثلا من توی سن 32 سالگی خب نوید بود 37 سالش که اومدیم و چیزی که هست اینه که وقتی که سنت بالای سی ساله میگن بهتره که از دانشگاه دولتی از دیرش زبان نگیری از محسس های خصوصی بگیری محسس خصوصی هم مثلا شما برای شیچ ماه حدود پنج هزار یورو شیش هزار یورو ما هر کدوم هزینه کردیم و این شش ماه هم زبان شما جمع نمیشه تو ایران باید تازه یه مقدار زبان هم خونده باشی یه سطح کمی بعد بیا اینجا بخونی زبان چیزی زمان میبره چون زبان فرانسوی زبان سختیه من قطعا سعی میکردم که زبان رو بیشتر توی ایران کار کنم که اینجا راحت تر باشم هرچند که من شغلم یک شغل آزاده یعنی من جای کار نمی کنم و من هردو هر دو فریلند هستیم هر دو درامده در واقع ما به این نیستش که بریم جایی کار بکنیم از خونه ما کار میکنیم ولی خب ترجیح میدادم که زبانم خیلی بهتر از این باشه هرچند که الان همه میگم فقرات خوبی تو الان سطح اوکیه مشکلی ندارم تو فهمشون یا هرچیشون چیشون ولی اگر شما شخصی باشی که اینجا بخوای بری دانشگاه و من دانشگاه من دانشگاه بیزنس اسکول بود به زبان انگلیسی بود من به فرانسه تحصیل نکردم و اینکه اگر شما اینجا بخوای بری دانشگاه یا بخوای بری سر باید زبان فرانسه بدونی در سطح خوبی هم باید بدونی و این زبان ها هرچی توی ایران یاد بگیری برد کردی و من اگه میخواستم اینو تغییر میدادم به نظرم خیلی بهتر بود یعنی ترجیح میدادم که اینقدر هزینه دورهای زبان ندم مالیات فرانسه برای کسایی که کار میکنن چقدر اینجا مالیات از حدود 22 درصد شروع میشه کاملا بستگی به درآمد سالیانت داره ولی از 22 درصد شروع میشه تا 40 خورده ای درصد فکر کنم آخرش 44 درصد باشه فکر میکنم یا 48 درصد ولی نسبتا کشوری که توش مالیات زیاده درآمدت هر چی در طول سال بیشتر باشه مالیات بیشتری پرداخت میکنی ولی خب میگم یه چیزی بین مثلا 22 درصد تا 44 درصد اگر اشتباه نکنم 44 <applause> یکی پرسیده که خودت مدرکت چیه <applause> من ایران لیسانس داشتم مثلا در واقع اگر تحصیلی اومدم اینجا قصد من ادامه تحصیل و تحصیل نبوده قصد من مهاجرت به فرانسه بوده و من از طریق تحصیلی چون یک روش راحت بود اومدم و اینجا من فوق لیسانس گرفتم Business ادمنستریشن ام در شاخه مارکتینگ الان که دیگه تموم شد چند روز پیش دفاع کردم وقت خیلی خوشحالم یه باری از رو دوشم برداشته شد تیکی نوشته نمیتونی وقتی رفتی اونجا اقامت گرفتی خانوادت هم ببری ببینید تا جایی که من میدونم اگر شما اینجا اقامت بگیرید که مثلا سیتیزن بشید و پاسپورت بگیرید فکر میکنم برای پدر مادرتون میتونید ولی برادر و خواهر رو بعید میدونم البته میتونید دعوتنامه بفرستید من با ویزای دانشجوی دعوتنامه میفرستادم پدر مادرم میومدن و هنوزم میفرستم البته که من ویزا رو دارم تغییر میدم اما اولا باید خوب برای دعوتنامه فرستادن بعد فضای خونتون. جا داشته باشه یعنی به ازای هر نفر بوده ده دوازده متر شما باید فضا داشته باشید و تا بتونید دعوت بفرستید ولی اینکه بعد از حالا اینکه اقامت گرفتین بتونید کسیو این و کسی رو بیارید فکر کنم تنها کسایی که میتونید بیارید پدر مادرتونن که میتونن بیان و براشون حتی کارت اقامت ده ساله بگیرید ولی برادر رو بعید میدونم من درسته که اقتصادش رو به افوله چرا برای مهاجرت بهش بهتره چه هنری درآمدش بهتر اقتصادش که فکر که رو به افول باشه کلا توی اروپا فرام فرانسه و آلمان و حالا انگلیس که جزء اتحادیه اروپا نیست ولی فرانسه و آلمان که جزء کشورهای قدرتمند اروپا هن. در واقع درجه که اروپا هستند از لحاظ اقتصادی دارم میگم و از لحاظ توانایی اقتصادی و در واقع میگم کشورهای دیگه اروپا بعدن یا هر چیزی میگم فرانسه و آلمان دو تا کشور قدرتمند اروپایی هستند فکر می اقتصاد رو به افولی داشته باشه اینکه چه راهی برای مهاجرتش بهتره اینه که شما چه توانایی دارین شما باید کلا برای هر جایی که میخوان مهاجرت کنین ببینید چه توانایی هایی دارید و این توانایی های شما به چه کشوری میخوره در واقع یه چیزی بخوام بهتون بگم در کل کار در اروپا همه هم میاد اگر دنبال فرصت های کاری زیاد آنچنانی هستین کانادا و امریکا ولی باز اخیرا من یه ویدیوی دیدم توی خود یوتیوب که یه پسر ایرانی درست کرده بود در مورد کانادا نمیدونم چقدر درسته ولی داشت میگفتش که دلیل اینکه خارجی ها از کانادا میرن اینه که نیروی متخصص توی کانادا نمیخواد در واقع جذب کانادا برای نیروی کار زیاده ولی اینا نیروی کار معمولی میخوان مثلا کارگر میخوان خدمتکار میخوان میدونی کارهای خیلی معمولی رو در واقع میخوان اگر متخصصی و میخوای واقعا توی تخصصت کار کنی شاید امریکا برات بهتر باشه در کل کار در اروپا همه سخت پیدا میشه رقابت خیلی زیاده ولی چیزی نیستش که بگم نه اصلا امکان نداره نمیشه شما با توجه به توانایی هرچی توانمندتر باشی هرچی توی کار تجربه بیشتری داشته باشی توانایی زبان تو به شما وقتی میای اینجا میخوای کار بکنی بری یه جای استخدام بشی در واقع داری با کی رقابت میکنی شما داری با اون فرانسوی رقابت میکنی که زبان اولش فرانسویه حالا اگر زبان انگلیسی هم بدونه که دوتا زبان میدونه یا حالا بیشتر اینجا تحصیل کرده خب تو داری با اون رقابت میکنی رقابت آسونی نیست حقیقتا نیست یعنی اگر شما یک شخص جوانی خیلی بهتره که بیای اینجا درس بکنی، مدرک تحصیلی اینجا رو داشته باشی زبان اینجا یاد بگیری انگلیسی هم که ما اکثر ما خوب خدا رو خدا یاد میگیریم ایشالله که بلدید دیگه به انگلیسی وقتی میاید در کل رقابت رقابت سختی چون داری با فرانسویه یا نبری مثلا آلمان با آلمانیه هلند بری فلانجا با اون آدما داری رقابت میکنی پس شما باید یک توانایی در خودت داشته باشی اگر میخوای کار تخصصی بکنی که یک چیزی نشون بدی که تخصصت میارزه یعنی کارفرمای وقتی رزومه رو میذاره جلوش بگه خب من اینو استخدام میکنم به این اون چیزی که استخدام با تو رزومه شما میبینه باید قابل توجه باشه از شما اگر برای یک کار تخصصی میای باید تواناییتن به همون میزا خوب باشه من نمیگم نمیشه من اصلا اعتقادم اینه که نشد وجود نداره یعنی اگر آدم بخواد و تواناییشو بالا ببره و قابلیتاش بالا ببره به نظر من شدنیه و آخرین سال از این ویدیو اینه که من شنیدم تو مدارس فرانسه هم جنس گرایی خیلی عادیه ببین یه چیزی بهتون بگم اول که فرانسه کشور لایکه کشور لایک یعنی اینکه کشور بی نمیگم نمیگم ها هیچ اعتقاداتی ندارن ولی لایک دیگه لایک دیگه بین استرس کردن دیگه کاری نمیدونی ولی کلا توی مدارس حالا هم جنس گرایی نمیدونم من توی مدرسه نبودم ولی توی مدارس اینکه شما نشانه های دینی نشون بدی یعنی یکی صلیب بندازه یکی حجاب کنه ممنوعه صدای پای ادیلونا به وقتی دیگه میاد شما نمیتونی نشانه های از دین رو توی مدرسه نشون بدی چرا توی دانشگاه میتونی حجاب داشته باشی ولی مثلا یه بچه مدرسه ای نمیتونه حجاب داشته باشه یه چیز دینی رو نشون بده در مورد هم جنس گرایی فکر نمیکنم بچهای کوچیک در واقع هنوز درکی از این موضوع داشته باشن توی مدارس که بخوان حالا این موضوع رو براشون بشه دقدقه یا آزاد باشه یا ممنوع چیزی ممنوع نیست اما اگر شما اینجا همجنس گرا باشید آزاد هست یعنی هیچ مشکلی برای زندگی کردن اینجا وجود نداره حالا یک چیزی رو که من میخوام در انتهای ویدیو بچه ها بهتون بگم اینه که فرقی نمیکنه شما کجا مهاجرت بکنید هیچ وقت نمیشه یک تفتی رو یک شرایطی رو یک اخلاقی رو به مردم کل یک جامعه نسبت داد نمیتونی بگی فرانسوی یا اینجوریان آلمانی یا اینجوریان امریکایی یا اینجوریان حتی ایرانی یا اینجوریان همونجوری که توی کشور خود ما آدم خوب و بد وجود داره آدم نجات پرست وجود داره آدم خوش اخلاق بد اخلاق همه جور آدمی وجود داره توی این جامعه یا هر جامعه دیگه هم هست اینجا یک چیزی نیستش که شما فکر کنیم یه اتفاق خیلی ویژه و خاصی الان در یک دنیای عجیب غریب میذاریم نه هممون انسانیم حالا ملی اون متفاوته ولی همه عین همین در واقع میتونم بگم چیزی نیستش که خیلی شد برانگیز باشه و شما بتونین بگیم که. همه این یا اینجوریان یا همه ایرانی اونجوری ولی وقتی که میخوان مهاجرت بکنید با یک دید باز باید برید یعنی با یک دیدی که بتونید بپذیرید پذیرا باشید در هر صورت یک های هست حتماً هست یک تفاوتای فرهنگی هست و باید بهش باز باشید رو حساب این نذارین که اینا اینجوریان که اینجوریان اونجوریان نه کاملا اختلاف فرهنگی وجود داره ولی در بعد بد بودن مردم اون جامعه نیست یعنی در کل میخوام بگم که هر جایی که با دید باز برید هر جایی که میخواید برید تحقیق کنید ویدیوهای اینجوری من دیدم در مورد آمریکا کانادا آلمان اینا زیاده توی یوتیوب هر جایی که انتخاب میکنید به عنوان مقصدتون ببینید نظرات مختلف رو بشنوید باز هم شنیدن نظرات مختلف دلیل بر این نیست که دقیقا اون جوریه که اون شخص میگه یا من محشید میگه یا ایکس یا ایک میگه شما نظرات مختلف رو بشنوید همه ما دید خودمون رو داریم به همه چیز و میتونه که دید شما متفاوت باشه ولی شنیدنش خوبه اینکه آدم از قبل اطلاعات رو جمع بکنه و راجع به هر جایی در واقع به شما کمک میکنه که با دید باز انتخاب بکنید یا برید به اون مقصد حالا اگر سوالی دارین زیر این ویدیو برای من بذارید بپرسید به هر حال بچه های دیگه که احتمالا اینجا زندگی کنن شاید این ویدیو رو ببینن جوابتون رو بدن نظراتی داشته باشن اگر ببینم سوالات اونقدر زیاده که من جواب ندادم چون من در مورد تک تک رشته ها و شغل ها قطعا نمیتونم بهتون اطلاعات بدم چون می اطلاعات کلی بدم بدونید که در واقع شاید یک ویدیوی بعدی هم باشه و من سوالاتی که جواب ندادم رو توی یه ویدیوی دیگه بهشون جواب بدم مراقب باشید تا you new bad